توی عصری داریم زندگی میکنیم که سخته، میپذیرم، قبول دارم، دین نگه داشتم مثل آتیشی کف دست. همین شما الان میتونستید برید تو خیابون بچرخید، بشین پای اینترنت، ما ماهواره، هزار کار دیگه میتونستید انجام بدید، اینجا چیکار میکنید؟ میپذیرم تو این عصر دین نگه داشتن سخت‌تره، میپذیرم 300 سال پیش دین نگه داشتن آسان‌تر بوده، محرک‌ها کمتر بودند، محرک‌های به سمت گناه. اما خب بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگه از این وسط سخته شیرینیش هم نابه. ما تو عصر جاهلیت مدرن داریم زندگی میکنیم، یعنی همون چیزی که تو جاهلیت کهن و اولی اتفاق افتاد به شیوه و رنگ و لعاب جدید و بدتر داره الان اتفاق میفته. شاخصه های جاهلیت قدیمی چی بود؟ آقا تعصبات بود. امروز بدترین شکل تعصبات رو شما دارید میبینید، تعصباتی که تا سر خون و خونریزی سر یه تیم فوتبال پیش میره، سر یه تیم فوتبال. چی رو به تو میدن؟ هیچ. خیلی عجیبه ها، یه خورده فکر کنید، خواهش میکنم، مثل مورچه‌ای که روی آجر را میرفت گفت رو زمینم، آوردنش بالا تازه فهمید رو آجره. یه خورده بیاد فاصله بگیریم، همه چی آتشخالایی که تو ذهنمون چپوندن بریزیم بیرون در مسجد، بیام اینجا عادی میشه. ببین پیامبر فرمود جاهلیت عادی میشه بینتون، فرهنگتون میشه، انقدر راحت میپذیرید که استشمام کردن هوای آلوده تهران را به عنوان هوای پاک پذیرفته اید. تازه ما تهرانی میریم شهرهای دیگه مشکل پیدا میکنیم، دود و سر با این آتشخاله خونه میاد پایین. آقا درد رو میپذیری عزیز دل من، سیگاری نباشی دود سیگار اذیتت میکنه، والله بالله اذیتت میکنه، اما وقتی سیگاری میشی نیستش اذیت میشی، اون زخمه های درد رو به تن میپذیری، لذت هم میبره، چشاشو میبنده وقتی کام میگیره از این سیگار. یعنی عادی میشه، فرهنگ میشه. آقا یعنی چون طرفدار فلان تیمم بده؟ نمیتون بگی بده. فحشا تو جاهلیت اول بود، دوباره گرفت جامعه دنیا رو، دنیا رو میگم، نه فقط یه سری چیزا هست مال امت، یه چیز هست مال کل دنیاست. والا 200 سال پیش هم اروپا انقدر گناه نمی کردن که الان دارن میکنن. این فیلم های قدیمیشون هست، برید نگاه کنم یه پوشششون چجوری بوده. زنده به گور کردن دختره بود، الان همین الان با عنوان سخت جنین و امثال هم دارن این کار انجام میدن. جنگ بود که الان از همه بیشتر، مدرنیته 150 میلیون کشته گذاشت دست مردم، هیچ جنگی تو کره زمین انقدر جنگ کشته نداده بود، به اسم پیشرفت و مدرنیزم بود. تفاخر بود، آقا پوز دادن، الان که دیگه اصلا اصلش اینجاست. من نمیدونم این موقع قدیمی چی بوده، نه اصل تفاخر و پوز دادن و خیال این کردن که با این رنگ لباس، با این رنگ ماشین، با این نوع مرکب، با این نوع خونه تو شأنت میره بالا، الان دورشه. نجات پرستی بیداد میکنه، موقع عربای عشیره‌ای بودن تو عصر جاهلیت، الان نجات پرستی بیداد میکنه تو دنیا، تو کل دنیا. تبرج، تو چشم بودن، به هر نحوی تو چشم بودن، برج از یه شهر شما برجشو میبینی، ستاره ها بروج، الان بیداد میکنه. الان یه روز میاد تو خیابون میبینه دیگه کم کم نگاش میکنن، میگه احتمالا مدل تیپی که زدم عادی شده، باید عوض کنم. در چشم بودن به هر قیمتی. پریز تو کاشون داشتم میگفتم، یکی از هنرمندهای دهه 60 میلادی امریکا، ایتالیاییه، میگم امریکا عوض میخوام، فیلیپو مانزونی مدفوع خودشو توی 90 تا قوطی 30 گرمی گذاشت، معادلش طلا میگرفت تو قوطی 30 گرم. اون موقع چند وقت پیش که قوطیاشو 297 هزار پوند توی حراجی خریدن. اینا اتفاق افتاده، نه الان عزیز من، 1961 میلادی. نفس این هنرمندا پول میدادن بابتش، فوت میکردن تو نایلون، نخشو میبستن یا میرفتن باد میفروختن. همینا الان، یعنی شما برمیگردی برو با عرب جاهلی بگی میگه خلی، مدفوع خریدی معادل وزنش طلا دادی،
خلی هوا خریدی، او میفهم یک کجا منو فوت خودش باشه تازه. این جاهلیت تو این دوره زندگی کردن، ببین میتونی بفهمی داری هوای مسموم استشمام میکنی، اگر فهمیدی مضطر میشی، اگر مضطر شدی ظهور صورت میگیری، اگر فهمیدی که هیچ کدوم این جنگولک بازی ها برای من آقا نمیشود، این عیدها برای من آقا نمیشود، شب با چراغ آریه فردا نمیشود، شبو که نمیتونی بری چراغ قرضی بیاری بذاری بگی که روز شده عزیز دل من. و خیلی هم سخته ها، چون فرهنگ غالب میشه، چون همه میگن این عادی، آقا مگه چی شده خب همه اینجوری میکنن، شنیدی؟ پس بچه‌ش اشتباهی کرده، بیا ناراحت پدر مادر مثلا خاله عمو میگه با مگه چی شده، همه این کارو میکنن. یک مزخرفی هم تو مخ ما چپوندن، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. یه تو اگه اهل بیتی باشی که حسین ابن علی باید هم رنگ جماعت میشد اگه میخواست رسوا نشه، مثلا همه بیعت میکرد آقا. نه دوستان، یه چیز دیگه است عزیز دل من، همین اتفاقا داره میفته. ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، فرمود جاهلیت الاولا، چون جاهلیت الاخرا و جاهلیت الثانی هم بود. و شاخصه ها این جاهلیت رو گفته، محل بحثمون نیست، کاری ندارم. عزیز دل من، در اثر این جاهلیت، این جاهلیت تنبیه الهیه. تو این جاهلیت آدم قسی القلب میشه، ذائقش عوض میشه، آشغال خور میشه. بعضی از این گاوا هستن عادت میکنن پهن همو بخورن، شیرشون بدبو میشه، بو پهن میده. این عادت کرده این کارو بکنه، ترک عادت موجب مرض است. اگر تونستی، میگه بابای افتاده بود توی، اومد تو بازار عطارا، قش کرد لنگا سیخ شد افتاد زمین، آقا هرچی فلان هیچ تکون نمیخورد. یکی اومد رچه تیپی نگاه که گفت من میرم مشکلش، اون ور یه بابایی داشت با اولاغش میرفت یه افاظه فرمود اون اولاغه و این یه تیکه برداشت آورد گرفت جلو دماغ نش، گفت بابا این بدبخت یه تو پهن زندگی کرده، اومد تو بازار عطارا، تعجب کرد مخش گیر کرد، تعجب کرد افتاد. مبادا ذائقمون اونقدر تغییر بکنه که وقتی امام زمان بیاد بگیم این کیه. میشه؟ قرآن میگه میشه. قرآن میگه اصلا من مضطرتون میکنم بفهمید ندارید، یا میفهمید ندارید، یا میفهمونمتون ندارید. برای همین تو آخرالزمان همه بدی ها زیادتر میشود، جنگ زیاد میشه، با زلزله دیگه چیکار داره، زلزله هم زیاد میشه، خوشسالی زیاد میشه، از ما سیل هم زیاد میشه. میگه یا میفهمی نداری یا میفهمونمت نداری. بعد خود قرآن میگه بعضی ها هستن در حین اضطرار هم نمیفهمن ندارن. اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که قرآن میگه، آیه قرآنشو براتون میخونم، میگه شیطان تزیین کرده اعمالشونو. یعنی این جاهلیتی که توش فرو رفتن براشون شده عادی. عادی عزیز دل من. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، به منظور اینکه شاید به درگاه ما تضرع نمایند، آنان را با سختی ها و گرفتاری های گوناگون گرفتار ساختیم. میگه اصلا گرفتارش کردم بیا سمت من، گرفتارش کردم میری یه بر دیگه. خب بره بره. گفتیم یشاء خواست دو طرفه است، یورید خواست یه طرفه. یهدی من یشاء، یعنی تو هم بخوای که هدایتت کنه، نمیخوای نه. خب